دوستان سلام، گاهن شده که خودروی شما بد کار میکنه. پیش تنظیم موتوری میبرید، باتری ساز میبرید، تعمیرگاه میبرید، یه اصطلاحی به کار میبرن به نام سه کار کردن موتور. یعنی ماشین داره سه کار میکنه. میخوام اولا سه کار کردن موتور رو خدمتتون توضیح بدم. ببین اصلا سه کار کردن معنی چیه، و بعد هم یک مورد از همین ایراد که به ما مراجعه کرده رو با هم دیگه بررسی کنیم و برطرف کنیم. این سه کار کردن برای همه خودروها یکسانه، یعنی در واقع این اصطلاح برای همه خودروها به کار میرفت. چجوریه؟ در خودرو چهار سیلند وجود داره. وقتی میگن سه کار میکنه یعنی سه تا از سیلندها به خوبی داره کار خودش انجام میده، احتراق مناسب داره، هر چهار مرحله تراکم رو به خوبی انجام میده. خب این خود رو که ما مراجعه کرده با همه ایراد اومد، اولا من روشن میکنم شما ببینید سه کار کردن یعنی چی، و بعد هم برای بررسی در واقع برطرف کردن این ایراد شما باید هر سیلندی رو عوامل احتراقش رو بررسی کنید. البته از نظر بعد چی هست؟ شمع، وایر، سوزنه های انژکتور یا گاز، برای هر سیلند هر کدوم یک مورد وجود داره. به جز این، اگر این ایرادها وجود نداشت، ایراد میتونه مکانیکی باشه، یعنی اون سیلند دچار ایراد شده باشه، پیستون یا سوپاپ یا بوش یا هر ایراد دیگه ممکنه اون یک سیلند داشته باشه که این عملیات احتراق به طور کامل صورت نگیره. ضمن اینکه ایرادهای دیگه هم ممکنه باعث سکار کردن خودرو بشه، اما شایع ترین عوامل رو خدمتتون عرض کرده. بریم خودرو رو روشن کنم، شما ببینید سکار کردن یعنی چی، و بعد هم بحترمشون. خب دوستان، همونطور که میبینید سه کار کردن خودرو به معنای در واقع یک لرزش ریز هست. اگه دقت کنید این خودرو، این موتور دچار لرزشی هستش که شما مشاهده میکنید. در بعض مواقع این مورد بدتر هستش و در داخل موتور هم کاملا مشاهده میشه، اما در حال حاضر هم میبینید که دقت کردید. خب دوستان، به طور کلی در هر خودرویی اگر ایرادی به نام سکار کردن یا در واقع حالا خود تعمیرکار بهتون میگه ماشین خودروتون سکار میکنه، یا خودتون متوجه میشید که صاف کار نمیکنه موتور خودرو، شما باید یکی از این موارد رو در نظر داشته باشید که حتما یکی از این موارد دچار مشکل شد. اولین موردها شمع ها هستش. شما شمع ها رو در بیارید بررسی کنید، ممکنه شمع ها دچار آسیب شده باشه. دومین مورد وایر های خودرو هستش، وایر ها رو حتما بررسی کنید. بعد از اون سوزن‌های انژکتور و سوزن‌های گاز. حالا ایرادی خودرو رو میگم خدمتتون که چی بوده و چجوری ما فهمیدیم. سوزن‌های گاز و سوزن‌های بنزین رو بررسی کنید، یک حال شستشو بدید، تست کنید، امکان داره یکی از اونها دچار مشکل باشه، و همچنین ممکن است کویل‌ها هم این اتفاق رخ بده. اگر دستگاه دیاگرام بزنید، خطای مثلا عدم احتراق در سیلندر فلان، یکی از سیلندرها رو نام بره، اونم باز مسیر رو براتون راحت تر میکنه و مشخص میشه دقیقا از کدوم سیلندر، حالا سوزن، شمع، وایر، اون سیلندر بررسی شه. در نهایت اگر هیچ کدوم از اینها ایراد نداشت، در واقع ایراد سیستم برق رسانی و سوخت رسانی نبوده، شما باید شک کنید به سیلندر موتور و با تست کمپرس این سیلند رو بررسی کنید. من نحوه در واقع تست کمپرس رو، اینکه چگونه ما تست کمپرس بگیریم رو در کانال آپلود کردم این ویدیو رو، و لینکش هم این بالا میذارم حتما ببینید. خب تست کمپرس میگیریم ببینیم اون سیلند آیا ایراد موتوری داره، ایراد داره یا نه، حالا بوش، پیستون یا سوپاپ ها.
ضمن این که خب حالا راه های چیه که دستگاه دیال نداشتید و شما خواستید چک کنید ببینید کدوم سیلنده که بد کار میکنه، وقتی ماشین رو روشن میکنید سوکت سوزن رو یا کویل هایی که در خودروهایی که کویل تکی هست مثل EF7 یا مثل L90، شما وقتی خودرو روشن میکنید دونه دونه از این کویل ها رو به ترتیب در ببینید خودرو از حالتی که داره، حالت سه کار کردنی که داره، بدتر میشه یا خیر. اگر بدتر شد بدونید اون سیلندر که سوکتش رو در آوردین، سوکت کویل یا سوکت سوزن رو در آوردین، سالم. اگر هیچ تغییری در حالت کار کرده موتور صورت نگیره و همون سه کار کردن ادامه داد، یعنی همون سیلندر ایراد داره و باید یکی از اون بخشایی که گفتم رو بررسی کنید، شمع، وایر، کویل و سوزن. یک راه دیگه هم هست، این که خب شما فهمیدید که این سیلندر به نوعی ایراد داره، حالا دستگاه دیگر در اختیار ندارید، چجوری بفهمیم ایراد از سوزن هستش یا شمع یا وایر و یا کویل؟ زمانی که مشخص شد کدوم سیلند هستش، شما یک دستکش، حتما دستکشی که انتخاب میکنید نسبت به جرقه شمع آیر باشه، دستکش پلاستیک، خود رو روشن میکنید، وایرها رو دونه دونه در میاد، دقت کنید. این کار ممکنه برای شما در واقع ناخوشایند باشه، حتما دستکش دست کنید. در نزدیکی، در محیط بسته این کار نکنید، در نزدیکی سوزنها اگر دقتون ریل سوخت و سوزنها تو پاشش سوخت نداشته باشه، این جرقه ممکنه باعث آتش سوزی بشه و یا اصلا در وایرها رو کامل در نیارید، یک مقدار در حد 1-2 سانتی بیرون بکشید ببینید صدای جرقه میاد یا نه، یعنی اون وایر و کوه جرقه میزنه یا نه. دونه دونه اینا بررسی کنید، اگر دیدی صدای جرقه نیومد بدونید که جرقه ندارید. حالا این جرقه نداشتن یا از وایر یا از کویل، وایر رو در میاید یه وایر دیگه تست میکنید به این مشکل برطرف میشه یا نه، این راحته این راهش. اگر در غیر این صورت که بدونید که جرقه ندارید یا اون کویل، در کویل های تکی منظورم، اون کویل ایراد داره، حالا کویل های دوبل هم همینطور، ممکنه یکی از کویل ها، کویل مثلا 2 و 3، کویل 2ش جرقه نشه، ایراد سیمپیچ ثانویه دومیش ایراد داشته باشه، اینجوری میفهمید کویل یا وایر هستش. اما یه وقتایی هم هست که وایر سالمه، کویل هم سالمه، جرقه ندارید، اون موقع باید سوکت سیمکشی و در واقع سیمکشی که مربوط به اون کویل هسته رو باز هم بررسی کنید. این در واقع مشکل بسیار شایع هست در خودروهای EF7، یعنی کویل سالمه ولی دست سیم کویل های EF7 هم ضعیف هستن، هم در واقع اینترکانکتورشون بعد از یک مدت این پین ها نیاز به شارژ شدن دارن که باید حتما این نکته رو در نظر داشته باشید. خب حالا بررسی کردید و دیدید جرقه دارید، یعنی وایر و کویل سالم، اون موقع شمع ها را باید در بیارید، شمع ها را بررسی کنید، ببینید شمع وقتی در میاد چرب زدگی نداشته باشه، دچار شکستگی نباشه، ایراداتی از در پلاتین شمع وجود نداشته باشه و اون رو متوجه بشید. اگه دیدید کویل، وایر و شمع تا سیمکشی سالمه، اون موقع است که باید به سوزن انژکتور یا گاز شک کنید و حتما باید سوزنها رو روی دستگاه انژکتور شور ببرید و شستشو بدید. راجع به شستشوی انژکتورها هم من ویدیوی ضبط کردم، لینکش رو بالا میذارم و حتما ببینید. اما بریم سراغ این خودرو. دوستان این خودرو رو من روشن میکنم. در خودروهای دوگانه بعد از اینکه روشن میکنید، ماشین بعد از چند ثانیه میره روی گاز به صورت اتوماتیک، از حالت بنزین رو روی گاز. الان به حالت بنزین، در حالت بنزین خودرو صاف داره کار میکنه و هیچونه مشکلی نداره، ولی به معنی که میره روی حالت گاز ببینید دوچار مشکل میشه خودرو.
این ایراد از در واقع سوزن های گاز هست. من بررسی کردم تو کتابی که در آوردن این سوزن گاز شماره یک ایراد داره و یکی از سوزن ها ایراد داره و همین خاطر ماشین سه کار میکنه. دلیل اصلی سه کار کردن این خود رو همین هست. این هم از این. اما یه سری موارد دیگه هستش که باعث وجود اومدن این مشکل میشه، شایع نیست اما خب ممکنه بعضی مواقع در واقع سه کار کردن خود رو به اون دلیل باشه. اولیش بنزین نامناسب. بنزین وقتی کیفیت پایین داشته باشه اون احتراق به خوبی شکل نمیگیره در یکی از سیلندرها، یا ممکن از آن همه احتراق مناسب نباشه و به درستی صورت نگیره به دلیل کیفیت نامناسب بنزین و این حالت وجود داره. دومیش فیلتر بنزین و فیلتر سوخت کثیف هستش. وقتی فیلتر سوخت کثیف باشه بنزین افت فشار داری و این مورد به وجود میاد. پمپ بنزین هم همینطور، پمپ بنزین باعث سکار کردن خودرو میشه. دوستان دقت کنید، فشار بنزین وقتی کم و زیاد بشه، اگه پمپ بنزین مشکل داشته باشه، فشار شکن اون ایراد داشته باشه، فشار بنزین افت و افزایش پیدا میکنه، هم کاهش هم افزایش پیدا میکنه و این باعث میشه که خودرو در مواقعی یک در واقع ریپ بزنه که حالت سه کار کردن به وجود بیاره. راجع به پمپ بنزین، من به صورت کامل پمپ بنزین رو تشریح کردم در یک ویدیو این بالا گذاشتم که لینکش این بالا گذاشتم که توصیه میکنم ببینید. اما موردهای دیگه هم هست. بعضی مواقع کویل های یک پارچه هم همینجوری هستش. کویل های یک پارچه وقتی ضعیف بشن بعد از داغ شدن موتور باعث میشن که جرقه خوبی و ولتاژ خوبی تولید نشه برای شمع و ماشین سه کار کنه. این هم یک مورد دیگه هستش. موارد دیگه، سنسور دور موتور. یک زمانی شما میبینید عقربه دور موتور در واقع شلاق میزنه، لرزش داره، بدونید که سنسور دور موتور کثیف شده و این حالت سه کار کردن رو برای خود رو به وجود میاره. راجع به ایرادات مکانیکی خدمتتون عرض کردم، شما با کمپرس گرفتن از موتور متوجه میشید که سیلندرها سلامت هستن دچار خرابی شدن یا نه. اما یه موردی که باید خدمتتون عرض کنم، بعضی مواقع ایراد از موتور یا ایراد مکانیکی در واقع آسیب دیدن قطعات درون موتور نیست، بلکه به دلیل اندازه نبودن شیم‌ها و یا فیلر نامناسب داشتن خودرو هستش. فیلرگیری خودرو رو یا شیمگیری خودرو رو جدی بگیرید در خودروهایی که فیلر و شیم باید بگیرید، در خودروهایی که تایپ پیت های هیدرولیکی دارن و روغنی هست و روغنی هست تایپ پیت هاشون نیاز به این کار نیست. مثل موتورهای Q5 EF7 این مورد نداریم، اما در موتورهای XU7 باید شیمگیری بشه و در پرایدهای یورو 2 200 های تیپ 2 همین نیسان باید فیلرگیری انجام بشه. پس این مورد هم هست. چجوریه که این مورد باعث سه کار کردن خودرو میشه؟ زمانی که موتور کار میکنه سوپاپ ها باید در شرایطی باز و بسته بشن. این باز و بسته، من خیلی ساده میگم که قابل فهم بشه، این باز و بسته شدن سوپاپ ها به کمک میل سوپاپ صورت میگیره. میل سوپاپ یا میل بادامک، اون قسمت بادامکیش باید اندازه‌ای را در واقع فاصله ای را حفظ کنه که بتونه این فاصله مناسب با در واقع اجزای داخلی سرسیلن این باز و بسته شدن سوپاپ را کمک کنه. بنابراین هر از چنگایی بعد از یک مدت کارکرد موتور این فاصله دچار مشکل میشه، یا سایدگی قطعات یا اشکالاتی در خود سوپاپ. باید این شیمگیری یا فیلگیری صورت بگیره و دقیق باشه. نسبت به هر خودروی هم یک جدول استانداردی وجود داره، فیلگیری یا شیمگیری، که طبق اون باید صورت بگیره این فیلگیری. راجع به فیلگیری اینم بگم، من ویدیو ضبط کردم لینکش این بالا میذارم حتما ببینید. فیلگیری موتور پراید رو انجام دادم و گذاشتم. راجع به بقیه خودرو هم به مرور زمان میذارم که شما استفاده کنید. دوستان اگه این ویدیو براتون مفید بوده اونو لایک کنید. اگر سوالی یا موردی در این مورد
در این در واقع مبحث ها براتون پیش اومده برام کامنت کنید. ضمن اینکه این ویدیو را برای دوستانتون هم بفرستید. امیدوارم که هر جا هستید موفق و معید و پیروز بشید.